به سلسله اظهارات مقامات افغان در خصوص گفتگوهای صلح این بار موین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که بزودی زودی گفتگوهای رو در رو میان حکومت و مخالفین مسلح آغاز می شود حکمت خلیل کرزی روز دوشنبه در نشست رابط افغانستان با چین در کابل گفت که پیشرفت برای انجام گفتگوهای صلح صورت گرفته است ما همسایه ها و کشورهای منطقه خود را تشویق کرده ایم تا برای جنجال های جاری یک راه حل را دریابند اخیرا ما کامیابی های را داشته ایم و به زودی گفتگوهای رو در رو میان حکومت و مخالفین مسلح آغاز می شود آقای کرزی همچنان گفت که بحث ها درباره تعیین جای و مکان برای انجام گفتگوها جریان دارد موین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفت که چین نقش مهمی در پروسه صلح داشته و امنیت و ثبات در افغانستان مستقیما به ثبات این کشور تاثیر دارد مسئله گفتگوهای صلح در حال گرم شده که اخیرا مقامات افغان به برخی از کشورهای جهان مسافرت کردند با آنکه معلوم نیست که آیا رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفرش به عربستان سعودی کدام درخواست مشخص درباره گفتگوهای صلح از مقامات این کشور داشته یا نه اما تحلیلگران افغان نقش سعودی را در پروسه صلح مهم میدانند پیش از این عبدالله, عبدالله رئیس اجرایی حکومت در دهلی جدید در یک نشست گفته که چین در ماه گذشته چندین بار با طالبان گفتگو کرده و از آنان خواسته است که با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند در این حال جی جی رئیس انستیتیوت رابط معاصر بین المللی چین در نشست رابط کشورش با افغانستان گفت که افغانستان در حال یک تغییر بزرگ است همکنون افغانستان در حال یک تغییر بزرگ است این تغییر نه تنها بالای رابط آینده افغانستان و چین تاثیر گذار خواهد بود بلکه بالای وضعیت کشورهای منطقه و جهان هم تاثیر خواهد داشت گرچه رئیس انستیتوت رابط معاصر بین المللی چین مشخص نساخت که افغانستان به سوی کدام تغییر در حال حرکت است اما شماره از تحلیلگران میگویند که نسبت به هر وقت دیگر زمینه گفتگوهای صلح در افغانستان مساعد شده است این تحلیلگران و سایر فعالان مدنی تاکید دارند که گفتگو گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باید طوری انجام شود که هیچ گونه آسیب به دستاوردهای 13 ساله این کشور نرسد.